میگم ات خونتون رو ولش، خونمون سیفه. میدم تو بیکینیش جنس نگه داره، دافا باید مثل ذهن بشن رامل. علی ول ویل رایت. علی علی سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه بعد از مدت ها. بعد از 3 روز دلم واسهتون تنگ شده بود، واقعا نمیدونم بدون شما باید چیکار کنم تو این زندگی. فکر میکردم از پسش برمیام ولی دیدم تو این 3 روز خیلی بهم سخت گذشت. بر صورت همون قدری که تو این 3 روز بدون شما من سخت گذشت، توی این چند وقت بدون دورچی به ما سخت گذشته بود. واقعا دورچی کسی که خلایش احساس میشه، نبودش حس میشه، کسی که فومو داره، مثلا ترک بده و نشنوی فومو داره، فیر آف میسینگ، میترسی که ترکشو نشینی، مثلا حس خوبی نداری که احساس بکنی عقب افتادی از یه چیز مهم. و کسی که ثرست رو چیز میکنه تو آدم، تشنه میکنه آدمو به کارهای خودش. به هر صورت اولین سینگل از آلبومشو داده بیرون، کردیت موزیک خیلی چون گنده است و زیاد و فیلانه، موزیک ویدیو من همه رو طبیعتا نمیگم، سعی میکنم که اسکرین شاتی رو روی صفحه قرار بدم که عدالت برپا باشه. و اگر 4GNG هاتون رو نوشید توی کامنت، بریم بشنویم و ببینیم موزیک ویدیوی H2CO3 از دورچ. بریم. اوهو اوهو چند فریم؟ 240 فریم این اسکورش. خب از اون بیگ پراجکت های دورچیه، پروژه معمولی نیست اصلا. و من هم واقعا همین انتظارم از سکوت آدم ها اینه که بخت بعد از اینکه سکوت میکنن با یه همچین پروژه بیان. من این پروژه رو هنوز چی ازش نشنیدم، اصلا ریل اینستاش هم ندیدم، واقعا از قصد ندیدم به خاطر اینکه تو ریاکشن اولین جایی باشه که ببینمش. ولی 16 ثانیه گذشته، وقتی که گذاشته شده و سرمایه گذاری که شده رو پروژه معلوم، از تصویر، از ادیت، از شارپنس تصویر، نورپردازی، شدم تو چرا چشت نمیبینم الان دیگه منو الان چی شد یا تری نمیکنی هم منو این همه باری دن ابرام تموم نشد و هیچ وقت خون تموم نشد و تقای دورچی که من فکر کنم چند بار بشنمش، فلوهاشو خیلی زود میشکونه، یه چیزی میسازه گوشتو بهش عادت میده سری میشکونتش، یعنی قبل از اینکه به ارضا برسی از اون چیزی که بهش عادت کردی سری میشکونه، یه انتظاری ایجاد میکنه. من احساس میکنم مثلا 4 بیت حداقل قرار این فلو رو به پیش بره، نه ولی سکوت میکنه یهو فلو رو میشکونه. من این چیزا رو این ادیتو دقیقا این ادیت چجوریه؟ اینجوریه که 2 فریم از تصویر جدا میکنی، خب مثلا چند تا فریم بسته ای داره، اسموت در آوردنش مهمه به نظرم. نمیدونم شاید سرعت تکون خوردن دورچی زیاده که اسموت نیست، شاید زاویه دوربین هم باید تکون بخوره، این که فقط دورچی یه جا ثابته و اینجور جلو عقب میشه، شاید اون
کافی نیست. یه جوریه به نظر من افکت ترتمیز در نمیاد. من دوست دارم این افکت. من خودم از اون زمانی که ادیت میکردم موزیکای ویدیوهای رقصمو این افکت رو استفاده میکردم. دو تا فریم جدا میکنی، چجوری بهت بگم خدایا، با سیگار توضیح میدم واسه تو، فیلتر سیگار. فرض کن این دو تا فریمی که جدا شده تو تایملاین ادیت، تو سیکونس ادیت، کپیش میکنی اینور، دومی رو ریورس میکنی، یعنی 1-2-2-1 دوباره بعدی رو 1-2 میذاری. اینجوری پشت سر هم که پلی میشه اینجوری میشه. خب به نظرم یه جوری شده. حالا اینقدر خوبی های پروژه زیاده، من نمیخوام راجع به اون یه موضوع صحبت کنم. واقعا همونطور که صحبت کردم کردنی رو نمیشه داد. نه سر و مسئله جالبی نبود. کسی که کرده نمیتونه بگه ندادم. آره دیگه وقتی صحبت شده نمیتونی بگی نمیخوام صحبت کنم. منم ضرب المثل بسازم در دل مرض. مثلا اینا باحاله، آفرین، اون باحاله، این باحال نیست، این باحاله، این خیلی باحال شده، اون یه فریمه به جای دو فریم مثلا. آفرین، اینا باحاله. این همه گریه کرده ولی چشم کور نشد، تو چرا نمیبینی؟ یه تک باریدم ولی حالم کور نشد، تو چرا حالت خوب نیست؟ یه سر باریدم ولی باز فرق نکرد. من عاشق اینم که تو عینک ملت افکت هم دوست دارم. بچه تو افکت کست دیگه، کست فیلم برداری تو عینک. آره دیدی هر کی سیس کولی داره، سیس پر آرا، سیس کول پر آرا دورچینه. البته طبیعتاً برای من نیست و احتمالاً مسخره قیافه من نظر میاد، ولی این سیس باله بهش میاد. خب ایکس. خب بیت پروڈوسر وای جی، ساوند انجینیر ریچ پیا، و خیلی پروژه هولسامی بود. سلامت فیزیکی برخوردار بود. نه واقعا پروژه خیلی کاملی بود، یعنی تمام ابعاد قضیه رو که در نظر بگیری، از آرت دایرکشن، از میزانسن، از ادیت، از حالا اون چیز ریزی که من گفتم، بازم میگم به خاطر اینکه خیلی پروژه خفن بود من گفتم اون یه دونه چیز ریزه، وگرنه همه چی پروژه خفن بود. همون چیز ریزی که گفتم هم چش من متوجه میشه، احساس میکنم شاید چش کسی که ادیت خودش نزده باشه یا حداقل از اون افکت استفاده نکرده باشه، خوب و بد اون افکت رو نمیتونه تشخیص بده. همینجوری گفتم که داشته باشیم و میگم میزانسن، دکور، انتخاب نوع نورپردازی، سرد بودنش، حالا نمیدونم هاش دوس سی او سه گاز بیهوشی میوشیه، نمیدونم، چون چکشه فراموشی اون چیزا بود. خب کل موتیفی که شعرمون رو تشکیل داده بود، شعر خیلی کوتاهی هم داشتیم، شعر پرمکس و کوتاهی هم داشتیم، ولی موتیفش فراموشی بود که چیزی که حداقل من حس کردم. البته که موتیف به چیزی میگن که کوتاه باشه، به کوتاه‌ترین قسمت شعر که به صورت الگوگونه تکرارشه میگن، به صورت مثلا ایدئولوژیکی تکرارشه توی تم‌های مختلف تو طول شعر. شعر انقدر کوتاه بود، یا حداقل متن ترانه انقدر کوتاه بود، چی میگن، تکرار رو دیدن توی این شعر کوتاه خود کار سختیه. ولی حداقل حسی که من میگرفتم از این ترک، بیشترین حس تک کلمه‌ای که من از این ترک میگرفتم، واقعا همون فراموشیه بود. اینکه تو از این که طرف تو رو یادت رفته ولی تو اینقدر هنوز به فکر طرفی و دوستش داری ناراحتی، من یه چنین حسی گرفتم از ترک و پروژه و موزیک. یه بیت سینس ویوی با درام لاین
الهام گرفته از راک من حس میکردم. اون کیکا منو ترتیب و چیدمان کیکا منو یاده ترک های راک مینداخت، که البته این یاد افتادنه یکی از دلایلش همون پرفورمنس دورچی هم بود. پرفورمنس دورچی پرفورمنس آرتیستی که مثلا چپ میخونه نیست واقعا. تو اینجا یه استند میکروفون داره، یه حالت لایف پرفورمنس دور داره، اون تا بدون تماشاچی و انگار تنها تماشاچی که داره شعرشو یا اجراشو میبینه و حداقل دورچی امیدوارو ببینه، همون کسیه که فراموشش کرده. یه چنین حسی من میداد ترک و ویدیو و کلا پروداکشن اون چیزا. کلا میگم خیلی کامل بود همه چیز، مونتا لیریکس. ببین یه چیز لیریکسشو من دوست داشتم، یه چیزشو خیلی دوست داشتم، این که ترک سینس وی بچه‌ها مثلا زیاد میسازن دیگه توی رپ فارسی بعد از ترکیدن چیز دمنیت، بعد از ترکیدن اون موزیک سینس وی و سینس و مینس و اینا زیاد میسازن. اون تا یه اشتباهی که میکنن بچه ها توانای بچه ها آرتیست هایی که عمده تواناییشون توی حوزه رپ و ترپه، فکر میکنن که باید با اون درک ابتدایی که از ترک سینس، ترک های سینس و سینس ویو و سینس پاپ و نمیدونم سینس هر زهر ما رو کوفتی دارن، وقتی میان ترک سینس هر زهر ماری بسازن، ترک رو پر کلمه میکنن. این بزرگترین اشتباهی اون کسایی که یه پروژه سینس ویو میخوان بسازن، که دورچی خب ثابت شده به ما که دورچی این چیزا رو میدونه، ولی میخواستم صرفا یه اشاره مستقیم و تأکیدی کنم به اینکه خلوت بودن لیریکس و بازی با با خود بیت و چی میگن اون تعاملی که برای اینسترومنت و وکال داریم و موزیکالیتی دورچی اجازه دادن به بیت، مثلا یه جایی سکوت میگن اجازه میداد بیت پیش ببره کارو، یه جاهای خودش پیش ببره، این جور چیزا رو حتما می‌خواستم روش تاکید کنم. من تا چیزی که خیلی دوست داشتم یه چیز، یه بیت باحال تو شنیدم، بقیه بیت ها یه سری بیت صرفاً فیلر بود که انگار قرار منتهی شه بگه مثلا داس به تکمیل یه تصویر باحال، به نمیدونم یه پانچلاین باحالی چیزی، ولی خیلی اتفاقی نمی‌افتاد تو شعر. یعنی حتی وزنی هم به نظر من شعرش یه جوری بود که بلا تکلیف، تو رو تو بلا تکلیف میذاشت. اون یه بیتی که خوشم اومد میگه فراموشی گرفتی فقط یاد رفته منو، اون بیت واقعا بیت جانسوز عمیقی بود. ولی در کل پروژه با کیفیتی، یه سینگل به نظر من ایدئاله برای این که تو بخوای آلبوم تو پروموت کنی همراش. خوشحالم که وقت میذاره دورچی و حالا هر آرتیست دیگه ای که این کارو بکنه برای ویدیو پروداکشنش، برای ایده پردازی، برای دکور جدید زدن. یه چیزو هی تکرار نمیکنن، چیزی که این روزا به نظر من با تکرار مکرراتی که رپ فارسی اسیر شده ارزشش خیلی بیشتر شده. اینکه تو یهو مثلا زمین رو برو بارون کنی بری اونجا لایف پرفورمنس داشته باشی بدون تماشاچی، خیس همه چی، میگی چی میگم؟ اینا واقعا قابل تقدیره. تدبیر تجربه 8.5 100% قسمت زیادیش به خاطر تصویره. تصویر خیلی شیک و با کیفیت و شارپ. شما نظرتون راجع به ترک، ریاکشن ویدیو، موزیک ویدیو و هر چیزی که گفته شد یا هر چیزی که گفته نشد و جا موند بنویسید حتما. لایک و دیسلایک و سابسکرایب و این چیزا فراموش نشه. در راه 50 کی شدنیم، یه چوس راه مونده فکر کنم 1800 تا راه مونده 1700. لطف کنید اگر ساب نکردید و کانالو ویدیوهاش رو دنبال می‌کنید، دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و تا ویدیوی بعدی 4 گنگ.